روایت یک اتفاق دردناک برای شبنم مقدمی توی روزهای گذشته و حداقل میشه گفت وقتی که شبنم مقدمی کار تصویر رو در صدا و سیما گذاشت کنار رو به شبکه خانگی پیوست خیلی از هاشیه ها و مخصوصا اتفاقاتی که توی خانواده شبنم مقدمی افتاد و رفت زیر سوال و خیلی کم در مورد شبنم مقدمی صحبت شد اما شبنم مقدمی در ترین صحبت و مصاحبه ای که انجام داده بود از یک اتفاق پرده برداشت اتفاق ناگوار که موجب به پایانی یافتن زندگیش میشد و در یک تصمیم عجیب و غریب پشیمون شد شبنام مقدمی در ای که جدیداً انجام داد اذعان داشته که روزی بعد از اینکه از سر کار به خونه اومد حسابی بعد از خستگی هایی که توی مدت ها از سمت کارگردان ها و نویسنده ها روی شونش سنگینی میکرد دیگه بهش اجازه زندگی کردن نمیداد مسائل خانوادهش از یک سمت و مسائل های مختلف از هر برداشتن بهش فشار می یک جوری که دیگه باب تحمل و نای تحمل کردن این زندگی رو نداشت و تصمیم گرفته در پلی در کرج به زندگی خودش پایان بده اما وقتی که به اون بالا میره و خودش رو اون لبه تصور میکنه و میخواد که خودش رو اون بالا به پایین بندازه تو یک لحظه همه زندگیش از جلوی چشماش رد میشه و تصمیم میگیره این کار رو انجام نده شبنم مقدمی میگه وقتی که تصمیم انجام این کار داشتم به این فکر کردم که بعد از اینکه من این حرکت رو انجام بدم خانوادم، مادرم، پدرم و خواهرام چه زندگی خواهند داشت و چه من میتونم با این کارم روی زندگیشون تاثیر بذارم و واسه همیشه زندگیشون رو نابود کنم و یک افکت سنگین روی زندگیشون داشته باشم خودم سالهای سال در مورد خودکشی و کسانی که این کار رو انجام دادن تحقیق کردم فیلم دیدم سریال دیدم و حتی نقششون رو بازی کردم هیچ وقت فکر نمی کردم به این درجه برسم که بخوام همچین کاری رو با خودم بکنم اما وقتی که به اون بالا رسیدم یک لحظه خود قبلم جلوی صورتم اومد و گفت نباید انقدر ضعیف باشی و, و باید دوباره به خودت ایمان داشته باشی تا بتونی زندگی کنی شدن مقدمی با فیلم ها و سریال هایی که بازی کرد حسابی واسه همه مخاطر ساز و خاطر انگیز هست و به عنوان یک چهره سرشناسون رو میشترسیم که توی کارهای موفقی بازی کرد خیلی بعد از صحبت های مقدمی صحبت ها و حتی مقالات و روزنامه ها در موردش صحبت کردن و گفتن چجوری یک بازیگر سرشناسی مثل شبنم مقدمی به این حد و درجه میرسه و, واقعا چه خبره توی سینمای ایران که یک هنرمند در این سطح و لول تصمیم میگیره یک همچین کاری با زندگی خودش انجام بده و به گونه ای نمیشه گفت شبنم مقدمی طرفدارهای های و سنگینی داشته باشه ولی به هر حال کسانی که دوست داشتن بازی شبنم مقدمی رو تحت تاثیر قرار می گرفتن از همه مهمترم خانواده شبنم مقدمی بودن که اتفاقات عجیب و غریبی واسه شون افتاد شبنم مقدمی گفت بعد از اون برگشتم خونه و تصمیم گرفتم که با خانوادم اینو مطرح کنم اونا بهم کمک کردن و که تونستم دوباره سرپا بشم و به زندگی عادی برگردم روانشناس رفتم روانپزشک رفتم تا تونستم بار این اتفاق از روی شونه های خودم بردارم و بفهمم که چجوری باید زندگی کنم تا اون حس ناامنی و اون حس بدی که از سطح جامعه و از همکاران و دوستانم میگرفتم کم بشه تا بتونم زندگی خوشحال و شادی داشته باشم و الان اعتماد به نفس اینو داشته باشم بخوام راجع به این قضیه و این اتفاق دردناک برای اولین بار جلوی تصویر و جلوی میلیون ها نفر صحبت کنم و بگم که چه روایت سختی از زندگیم بود و چه کاری خواستم انجام بدم و تا مرز انجام دادنش رفتم ولی ناگهان چهره مادرم جلوی چشمانم اومد و این کار انجام ندادم روایتی بود از شبنم مقدمی و اتفاق دردناکی که براش افتاده بود و ممکن بود برای همیشه شبنم مقدمی با این کارش ضربه سنگینی به خانوادش رو جامعه بزنه. درگیری عجیب رابه اسکوی و مازیار لورستانی. همونجور که میدونید دعوا و درگیری عجیبی بین این دو نفر پیش اومده و حسابی الان به تیپ و تاپ همدیگه زدن کسایی که قبلا دوست صمیمی همدیگه بودن و در آینده نزدیک به ازدواج با همدیگه و الان به یک درگیری عجیب رسیده همونجور که از اول بخوایم ما هم دیگه بررسی کنیم رابع اسکوی توی برنامه ADHD امیر حسین قیاسی شرکت کرد و توی اون مثل همیشه یک سری سوالات هاشیه رو جواب داد و یک سری صحبت های انجام داد رابع اسکویی که از ترکیه به ایران برگشته بود و بعد از کشف هجابش تصمیم گرفت توی ایران فعالیت کنه حسابی صحبت های جنجالی انجام داد تا رسید به مازیار لورستانی همونجور که میدونید مازیار لورستانی بعد از تغییر جنسیتش شایع این مطرح شده بود که میخواد با, می با رابعه اسکوی ازدواج کنه و بهش پیشنهاد ازدواج داده و از طرف رابعه اسکوی این پیشنهاد رد شده حالا امیر حسین در این خصوص ازش سوال پرسید و گفت که آیا مازیار لورستانی به این پیشنهاد داده و ازت خواسته که باش ازدواج کنه یا نه و در جواب یک سری صحبت های رو انجام داد که گفت من فکر نمیکردم دوست سی سالم بعد از اینکه یک عمل رو انجام بده دست به یک همچین کاری بزنه و یک سری شایعات در این خصوص ازدواج ما پیچید که اون نه تنها این شایعات رو نکرد به این قضیه دامن زد و باعث آزار و اذیت من شد به این فکر کردم که سی سال دوستی ما کجا کار بودیم چه جوری شده که همون نشناختیم و چطور میشه که از زبونشونی همچین چیزی خارج بشه نه ازم نپرسی اصرارم نکن نخواهم گفت اما بعد از صحبت ها پخش شدن این ویدیو از رابعه اسکوئی خود مازیار درستان در صفحه این استاگرامش صحبت جنجالی انجام داد که اینجوری نوشت جایی از فروید خوندم که نوشته بود وقتی میشنوی دقایق عمرت را با چه آدم های خوب بگذرانی چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که با دل های کوچکشان مدام درگیر حسادت و چین های بچگانند یا مدام برای نبودنت می جنگند. برای خد زدنت تلاش می کنند این روزها فهمیدم که با آدم های نظر و حسود و پرهاشیه برای اثبات خودم نباید بجنگم من در مقابل چنین اشخاص نسخه فاصله گرفتن را برای خودم میپیچم از آدم هایی که زیاد دروغ میگویند و به هر قیمتی مایل به مطرح کردن خودند و حد که حرمت به دیگران برایشان آسان است دوری میکنم هرگز با حقارت فکری آدم ها و دلهای حسود و سیاهشان نباید جنگید باید نادیده گرفتشان و گذشت و بخشید نه برای اینکه مستحق بخشیدنند بلکه برای آنکه در ذهن من مسائل مهمتری وجود دارد که فرسنگ ها با شعاف، هاشی بازی و نگرش های فقیر و حقیر فاصله دارد. اونجا که مازیار لورستانی توی این متنی که خودش منتشر کرد میگه مثل اینکه رابه اسکوی رو یک حسود و یک و اون رو یک دشمن خطاب کرد و به نظر میرسه که اتفاقات زیادی بین این دو افتاده که هیچ کدومشون حاضر به این نیستن که بخوان راجع به این قضیه ها صحبت کنم اما اگر چیزی هم باشه در خصوص ازدواج بین این دو نفر یا اینکه حتی مازیار لورستانی واقعا به رابع اسکوی پیشنهاد ازدواج داده باشه به نظر میرسه که حالا حالا ها کسی از این دو نفر نخواهد صحبت کرد راجع به اتفاقاتی که بینشون افتاده دوستی که سی سال تقریبا ادامه پیدا کرد و آخر به نظر میرسه رابع اسکوی با رد پیشنهاد ازدواج مازیار لورستانی خواست دوستیشو تا همون حد نگه داره و دیگه به دوستی با مازیار لورستانی بعد از عمل جراحیش و تغییر جنسیتش ادامه نده حالا نظر شما در مورد این قضیه رو با کامنت کنید تا به